داریم فحش میدادن که خیلی کم بودند. مثلا در یه برنامه شاید 100 تا تلفن میشد تعریف، 5 نفرم فحش میدادن. من 5 تا فحش رو میآوردم به تلویزیون و یا میخوندم یا پخش میکردم در رادیو. امشب هم همین کارو میکنم. شما فقط ببینید که ما با چه فرهنگی طرف هستیم. اول یک خانومی که میگن که حالا صحبت کردنش بماند فرخزاد، نه من بگم شاید صدا درست نشه، میگن که سینه‌شو واز میذاره با این سینه احمقانش و با این پشمای سینه. ما همین کارا شد که در ایران انقلاب شد و ما به این روزگار، یعنی پشم سینه بنده، من فکر کنم پشم ریش دیگران باعث انقلاب شد، نه مثلا پشم سینه بنده باعث انقلاب شد که این خانم به تبعید اومدن به خاطر پشم سینه بنده. حالا من سینه‌مو میتراشم، شاید خدا بخوادشون برگردن تاش برن دوباره به تهران. آش قشنگی، اخلا میکن دکمه ها رو ببنده. آخه این چی چه مسخره بازیه؟ همین کارا رو کردین که بدبخت شدیم از مملکت بیرون کردن. آقای دیگری میگن که آقای فرخزاد، شما که یک شو اجرا میکنی شرم‌آوره که من تا حالا واقعا فکر می‌کردم که شرم به خاطر دزدیه، به خاطر جنایته، به خاطر دروغگوییه، به خاطر نمی‌دونم تجاوز به ناموس مردم، بچه مردم رو دزدیدنه. من نمی‌دونم، شرم‌آوره که پشتتون یک بند میفته که سنجاق بزنیم به پشتتون. من والا سنجاق ندارم، پشتم خب انقلاب کردیم که پشتامون بیفته دیگه. شما اگه ناراحتی خواهش می‌کنم سنجاق بیارین پشت بنده رو بچسبون به سینم. من ناراحتی حس نکردم از افتادن پشتم، شرمی هم احساس نکردم. شما احساس شرم می‌کردید. بعد آقای دیگری هستن که گوش کنه خودتون، که میگن که معلومه که با تلویزیون ناراحتی ندارن، از دوستانی هستن که با بنده ناراحتن. میگن که آقا این فرخزاد بردین، کثافت. حالا چرا کثافت؟ من ممکنه شو بلد نباشم اجرا کنم، امریکایی گفت مثل جانی کارسونم، حالا ممکنه واقعا هیچی نباشم، مثل نمیدونم بوچلی هم نتونم برام اجرا کنم، ولی برای چی کثافت؟ چطور یه ایرانی میتونه کثافت باشه برای که شو اجرا کرده؟ مگه میشه همچین چیزی؟ صدات مردم دیگه هم صحبت کنن. کثافت. برای که از بی فرهنگی وقتی دارم صحبت میکنه، باید از فرهنگ صحبت بکنه. از مطبوعات تشکر کردیم. از رادیوها و تلویزیونهایی که به ما کمک کردن، آگهی ما رو پخش کردن، تشکر میکنیم. اونا هم همه همکار ما هستن. اگه کسی هم بابا شوخی کرده و خواسته ما رو مثلا کنف بکنه، میدونن که ما اگر کنف بشو بودیم 20 سال پیش کنف میشدیم و سر به صحنه نمیمدیم. اینکه رو صحنه آمدیم و اینقدر موفقیم، اینه که جایی برای کنفیه. ما دوتا برجر در دنیا وجود نداره، ولی براتون اول کار با فرهنگ آغاز میکنم. امشب براتون آواز نمیخونم. امشب میدونید که گفتم من شعر میگم، کتاب مینویسم و به زودی کتاب شعرم رو در لس آنجلس به چاپ میرسونم. من یکی از اشعار خودم رو برای آغاز یک شو میخونم، چرا که شو با شعر و فرهنگ وطن ما زبان فارسی همراه نباشه. اگر این فرهنگ زیاد فرهنگی نیست، بی فرهنگیه، او رو دیگه به قضاوت شما میگذارم، ولی شعرم رو برای شما میخونم. رسید مژده که شب قدرت دوام ندارد و آن معاشر دیرین خیال خام ندارد. رسید مژده که برگیز شاخ عشق دمیده، غزال گم شده ام ریشه در کنام ندارد. رسید مژده که سلطان سرنگون شده من تمردی دیگر از خواهش غلام ندارد. هر آن که جام مرا دید و بر پیاله لبی زد، سیاستی به جز آوازه حرام ندارد. رواست گر که بمیرم از این تمکن شادی، چو مرغ سر به هوا وحشتی ز دام ندارد. ز رفته ها چه بگویم که رفته از سر غفلت، بشارتی ز جفاکاری مدام ندارد. لباس عافیت ما رخ از غریبه بپوشد، چرا که جز تن عاشق تنی مقام ندارد. به بانگ خوش دل ما را ببر به خانه معنا، که هیچ بانگ غمی در دلم زمام ندارد. ببین چگونه صراحی لبالب از لب ما شد، کجاست کهنه شرابی که میل جام ندارد. پرنده‌ای که سفر کرده بود و بال نمیزد، کنون به جز پر و بال هوای بام ندارد. بخوان به گوش رقیبان این سرود مجلل، که این معامله دیگر غمی به کام ندارد. مرا زننگ مترسان، که در طریقت عرفان طریق حادثه ترسی زننگ نام ندارد.